سه‌شنبه 16 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر است با ششم ماه اوت یا آگست 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می‌فرمایید، صمیمانه‌ترین درودهای من رو از برنامه خبرها و نظرها بپذیرید. امروز بار دیگر در خدمت آقای ایرج مصداقی خواهیم بود. بعد از مقدمه کوتاه می رویم به استکهلم و می نشینیم پای صحبت های منطقی و مستدل و همواره صحبت هایی که ایشون می کنه مدارک کافی پشتش هست، دنبال شایعه نیست و به هر حال در طی سالیان کتابایی رو که نوشتن آقای مصداقی و فعالیت‌هایی که کردن و یکی دیگه از کارهای فوق‌العاده ایشون به بند انداختن نوری بود که حمید نوری بود که متاسفانه این داد و ستدها بین کشورهای بزرگ مانع شد که او زندانی اون حکمی که داده بودن و باید 20-25 سال در زندان میموند به پایان نرسونه و خب مطابق معمول با سلام و صلوات وارد ایران شد و از او تجلیل کردن و همین معرکه‌ای رو که همیشه شاهدش بودیم و جمهوری اسلامی از گروگانگیری و گروگروکشی حد اکثر استفاده رو برده در طی این سالیان و گویی که به ته قضیه هم نمیرسیم و این روش رو که برای جمهوری اسلامی مفید بوده و برای سران خونخوار و دزد و غارتگرش کار کرده دارن انجام میدن. از مسائلی که در امریکا مطرحه کنارگیری آقای بایدن هست، پرزیدنت بایدن هست، از مبارزات انتخاباتی و به اصطلاح پشتیبانی کردن از معاون خودش خانم در واقع هریس و اینکه امروز بالاخره معاون خودش رو تعیین کرد که شخصیتی است که همواره برای کارگران فعالیت کرده، فرماندار مینسوتا است، معلم بوده، در ارتش خدمت کرده و مهمترین به اصطلاح اعتباری رو که به او میدن به اصطلاح کمک به اتحادیه‌های کارگری به خصوص اتحادیه کارگران اتومبیل سازی که یک نهاد فوق‌العاده قدرتمندی هست در امریکا و بقیه اتحادیه ها در جای جای امریکا و نمادی به تحت عنوان AFSCME فدراسیون کارگران ایالات و کانتی ها و آقای بایدن با اقدامی که کرد برای خودش واقعا یک پرونده خوبی رو به جا گذاشت. رجزخانی ها و اقداماتی رو که آقای ترامپ و معاونی که برای خودش انتخاب کرده و داره واسش دردسر میشه، اون هم یکی دیگه از مسائلی است که ما شاهدش هستیم. هنوز مسئله کشته شدن هنیه در تهران در یک ساختمانی که از هر جهت ایمن بوده و شایعاتی که چگونه و از چه طریقی او رو کشتن مطرحه. مطابق معمول عزاداری هایی رو که رژیم با اون جمعی رو که پلو خودهاش هستن برگزار میکنه آمدن و رهبر
نماز میتی رو اونجا بر جنازه هنیه برگزار کرد که مرتب به آسمان نگاه میکرد و به گفته تحلیلگران فوق‌العاده ترسیده از شرایطی که هست. شایعاتی که راجع به ریزش درون رژیم میشنویم هست. وضع بی نهایت خراب اقتصاد ایران که خراب و خرابتر شده و تورم کشنده‌ای که مردم ایران رو به سطوح آورده، کمبود برق و آب و کشوری که و گاز و کشوری که روی بزرگترین منابع گاز و نفت خوابیده و اینگونه مردمش دارن زجر میکشن، مردم ایران، و معلوم نیست که این رژیم به قول آقای مصداقی عزیز نکبتبار تا کی میتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده. اینها کلن مسائلی هست که باش روبرو هستیم. حملات روسیه به اوکراین کماکان ادامه داره و این صحبت از این که جمهوری اسلامی تهدید کرده که تلافی خواهد کرد مرگ رهبر حماس رو، رهبر سیاسی حماس رو، و به اصطلاح لشکر کشی و حملات موشکی و پهپادی به خاک اسرائیل و به پایگاه نظامی امریکایی ها در عراق که چند تن از امریکایی ها رو مجروح کرده، کسی رو نکشته از امریکایی ها، و مماشاتی رو که گفته میشه در طول مدت ریاست جمهوری بایدن ما شاهد بودیم جریتر کرده جمهوری اسلامی رو، و کماکان داره به کارهای تروریستی خودش چه مستقیم چه از طریق نیابتی هایی رو که داره در جای جای منطقه ادامه میده. ترجیح در این است که در مورد این مسائل و مسائل دیگر بنشینیم پای صحبت های آقای ایرج مصداقی عزیز. آقای مصداقی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حجازی، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. آقای مصداقی چی میدونیم این در مورد نحوه کشته شدن هنیه چی میدونیم؟ نحوه کشته شدن هنیه خیلی خیلی روشنه. تا متاسفانه از روز اول روزنامه نیویورک تایمز که خانم فرناز فصیحی در اونجا قلم میزنن با به نظر من سالها تبدیل شده در ارتباط با رژیم به یک فاضلاب امنیتی های رژیم مثل آقای حسین دلیریان که دائما در ارتباط مستقیم با خانم فرناز فصیحی هست و دیگر کسانی که ادعا میکنن ارتباط دارن با نهادهای امنیتی ایران منبع گزارشاتی میشن که در نیویورک تایمز منتشر میشه و تمام این گزارشات جعلی است و بارها و بارها اثبات شده. در یک هفته گذشته این مسئله رو ما دوباره شاهدش بودیم. روزنامه تلگراف لندن هم به این قضیه پیوست و در آخر سر برای اینکه این مثلث کامل بشه الجریده کویت هم به قضیه پیوست. تمام اینها اخبار جعلی است. خانم فرناز فصیحی این گزارشی که دادن در همکاری با آقای رونان برگمن یک روزنامه‌نگار بی اعتبار اسرائیلی که روابطی هم با موساد و اینها داره و روابط یعنی که با اونها گفتگو میکنه و سابق بر این ادعاهای بسیار ابلهانه و سفیهانه و شریرانه ای رو مطرح کرده، از جمله در ارتباط با ترور متخصصان هسته‌ای
که مدعی شده بود، اونایی که دستگیر شده بودن یعنی ماسیار ابراهیمی و بقیه، اینها کسانی هستند که متخصصان هسته‌ای رو کشتن و از طریق موساد استخدام شده بودند. این ادعاهایی است که ایشون قبلا کرده و حالا هم این مزخرفاتی رو که مطرح کردن مبنی بر این که از 2 ماه پیش در اتاق هنیه بمب گذاشته بودن. هر کودکی من فکر میکنم که ذره اگر در واقع هوشیار باشه میتونه بفهمه، یعنی من فکر میکنم یه کسی که حتی ریشخندش بخواید بکنید این ادعا رو بشنوه، در حد کودکم باشه باور نمیکنه. چرا؟ آخه شما فکر کنید از 2 ماه پیش از کجا میدونن و هنیه 2 ماه بعد حتما میخواد بیاد که از 2 ماه پیش تو اتاقش بوم بسرن. خب چهرهایی که حتی سفرشون تا آخرین روزها در پرده از ابهام، این که بمونن، اینا از 2 ماه قبل برنامه سفر رو میدونستن. بعد شما فکر کنید میدونستن تو کدوم اتاق میره، کدوم طبقه میره، بعدم بری بمب بزن. بعدم بمبو چجوری میذارن؟ بعد یه جب پس این بمب که منفجر میکنن یه حجمی رو داره، این بمبو کجا میذارن؟ عمل بنا میرن میارن اونجا رو خراب میکنن، بمبو کار میذارن بعد دوباره میان. بعد اینایی که میرن اونجا رو نظافت کنن بعد متوجه نمیشن تیمای فنی که به طور قطع و یقین اتاقا رو چک میکنن، با دستگاه چک میکنن و آخرین تدابیر امنیتی رو رعایت میکنن، آیا اینا متوجه نمیشن؟ آیا از سر تا پای دستگاه امنیتی رو موساد خریده؟ هیچکی نمیفهمه. ببینید اینا ساده ترین سوالات به نظر من که خب نشون میده این اخبار امنیتیه و برای لوس کردن حالا به اهداف مختلفی که دارن اینا رو منتشر میکنه. خب این خانم فاطمی خبرنگاره چیکاره؟ بله بله در نیویورک تایمز و میتونم بگم یه فاضلاب امنیتی است. خب یعنی اینا وصل به دستگاه امنیتی یا کانال هایی هستن که اینا رو تغذیه میکنن و اینا همونا رو میرن منتشر میکنن و هیچگاه هم درس نمیگیرن، چون اخبار جعلی اصولا اخبار زرد اینها خواننده و شنونده پیدا میکنن. به این دلیل انگیزه شون اینا هم هست که اینا دارن. متاسفانه نیویورک تایمز عرض کردم در ارتباط با اخبار مربوط به ایران تبدیل شده به یک فاضلاب امنیتی. خب خیلی واضحه که این عملیات از طریق بمب نبوده، از طریق یک، من روز اول هم عرض کردم این رو، از طریق موشک بوده و موشک هدایت شونده، موشک اسپایک و از طریق از رو کوه زدن، یعنی از رو همون سمت توچال. این نفری در صحنه داشتن، حتما گزارش دادن که ایشون الان اومده یا در طبقه چهارم هست، در فلان اتاق هست و اینها از دور اون رو زدن و چون هدایت شده از طریق دوربین، صفحه مانیتور دوربین داره، میتونن ببینن و هدایت کنن دقیقا موشک. من اینو از طریق کسانی که تخصص دارن در این زمینه سوال کردم، از همون روز اول همه گزینه ها رو رد میکردن. آیا هواپیماست؟ میتونه هواپیمای رادارگوریست باشه؟ به چه دلیل نمیتونه؟ هواپیمای رادارگوریست چه نوع مهماتی رو میتونه ببره یا نمیتونه ببره؟ همه اینها مشخص کرد که با موشک زده شده، موشک احتمالا ضد تانک عرض کردم یا موشک اسپایک و میتونه در واقع از حتما از پنجره اومده تو و این رو کشته. میدونید در طبقه سوم زیاد نخاله بوده، اونم از رهبران جهاد اسلامی است، ولی هدف چون ایشون بوده فقط ایشون زدن. اینه که من تصور میکنم موضوع کاملا روشنه. بعد اطلاعیه هم که خود سپاه پاسداران داد به این مسئله اعتراف کرده که موشک بوده از طریق پنجره و بیرون و فتنارایی که میتونه باشه از طریق توچاله، یعنی از طریق کوههای توچاله که مشرف به اونجاست. حالا دقیقا از چه نقطه ای زدن معلوم نیست، ولی از اونجا این هدف رو
قرار این در واقع رهنیه رو مهدف قرار دادن. قبلا هم در ارتباط با کشتن فخریزاده هم یک رد و بد در واقع میتونم بگم تبادل اخبار یا ادعاها از طرف موساد، یا بهتره بگم خود موساد نه، ولی خب موساد اینو نشت میداد، کانال تلویزیونی اسرائیل که یک کلیپی رو درست کرده بودن و ادعاهایی که شورای امنیت ملی و دستگاه امنیتی و سپاه پاسداران در ایران میکردن، اینا درست با همدیگه پاسکاری میکردن و یک مش جعلیاتی در ارتباط با ترور فخریزاده منتشر کردن، مبنی بر اینکه یه دستگاه آورده بودن اینجا، هیچ کی تو صحنه نبوده، بعد همینجوری میچرخیده، بعد دوربین میومده، بعد نمیدونم از این پرت و پلاها، در حالی که همون روز اول یک گزارشی رو که تلویزیون رژیم هم پخش کرد، یک راننده تریلی از صحنه توضیح داد که آقا من دیدم درگیری بود، حتی نوع درگیری رو، شکل درگیری رو، اینکه فرار کرده، اینکه نمیدونم کنار کشیده که بهش دیده شد، همه رو توضیح دادن. منتها بعدا صحنه رو چرخوندن. اسرائیلی هم رو همون برنامه یه دونه کلیپ درست کردن، اگر الان برید تو فضای مجازی احتمالا پیدا میکنید. بله. یعنی میخوام بگم که هر دو طرف ماجرا، آقای مستاقی، بله، این که گفته شد که آپارتمانی رو که هنیه درش بوده پنجره من صدای شما رو ندارم. بله، عرض کردم که صحبت دیگری که شنیدیم این بود که آپارتمانی رو که هنیه درش بوده پنجره نداشته و وسط اون بنا بوده، اون رو به چه نه صورت؟ خیر، نه نه، اونا که یه جلیاتی که میگن، اتفاقا یکی از مسائلی که میشه روش فکر کرد همینه که چجوری ایشون رو در جایی قرار داده بودن که از دور میشد هدف قرار بگیره. ملاحظه میکنید یکی از مواردی که حالا مسئولین امنیتی بایستی پاسخگو بدن، پاسخگو بشن همینه. و این را بگم خدمتون، این ساختمون متعلق به سپاه قدسه و مهمونای خودشون رو میارن اینجا و یا حالا میابردن و احتمالا هم یک حفره هایی در اونجا وجود داره. ما همین رو هم قبلا در هدف قرار گرفتن ساختمانی که بعد معروف به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه هم ما شاهدش بودیم، آقای زاهدی به همین ترتیب کشته شد. ببینید ایشون در ایران بود، شب قبلش در مشهد بود، صبح به تهران میاد، بعد پرواز میکنه به سمت سوریه، یعنی به محض اینکه وارد سوریه میشه و وارد اون ساختمون میشه، یعنی چند ساعتی از حضور رو در سوریه نمیزن. ملاحظه میکنید یعنی اونها افرادی رو داشتن که ردش رو از ایران، یعنی از تهران دادن ردش رو، که داره میاد داره میره، زمانی که ایشون وارد اون محل کنسولگری شده و جلسه ای که اونجا گذاشتن دوباره به اطلاع اسرائیلی ها رسیده و اونا تونستن برنامه ریزی کنن و خیلی دقیق همون ساختمون رو زد. ملاحظه میکنید این نشون میده که رژیم به لحاظ امنیتی تقریبا میتونم بگم سوراخ نیست، آبکشه. اینا آقای مستاقی، بله، گفته میشه که یه تعدادی رو هم گرفتن، ولی این چیز جدیدی نیست، یعنی مدت هاست که اسرائیل که هیچ وقت نه تایید کرده نه تکذیب کرده این اقداماتی رو که میکنه، ولی خب سرتاپا معلوم هست که اسرائیل این پشت این قضایا هست. گفته شد که یه تعدادی رو گرفتن، آیا با تمام این ادعاهایی که رژیم داره که پشه نمیتونه از مرز ایران وارد خاک ایران بشه و این گونه مزخرفات، آیا فکر نمی کنید که نه یک یا دو یا سه جاسوس، بلکه تعداد زیادی از کسانی که در
داخل رژیم مقامات موثر دارن یا دسترسی دارن به خیلی از چیزها، از جمله همون مدارک چند هزار صفحه‌ای رو که در روز روشن اسرائیل تونست برداره ببره، اینا رو به چه صورت می‌بینید؟ ببینید، من اول خدمتتون بگم، خب این اخباری که این رسانه ها پخش میکنن مبنی بر این که عده‌ای رو دستگیر کردن، اینا همش بگو منبع کجاست. خب هر موقع یه عملیاتی بشه از یه اخبار جعلی هم میتونید درست کنید. خب بلافاصله بگید ده ها نفر دستگیر شدن. خب در حالی که به نظر من این گونه نیست، یا اگر باشه به گوش این رسانه ها نمیرسه. ببینید، من که میگم فاضلاب امنیتی به این دلیل میگم، موقعی که همین الان موضوع خیلی خیلی روشنش، شما ببینید زمانی که اتفاقا اسرائیل اسناد اتمی رو بار کامیون کرد و به از کشور خارج کرد، روز روشن، روز روشن، شما فکر کنید همون موقع روح الله زم و آمد نیوز وارد ماجرا شد. و نکته جالبش اینه، روح الله زم که فکر میکرد خیلی زرنگه، من بارها و بارها تلاش کردم به این آدم بگم تو در ارتباط با امنیتی ها هستی، بارها و بارها بهش گفتم این کانالی که تو داری کانال فاضلاب امنیتیه، این اخباری که داری منتشر میکنی اینا تمام ریشه امنیتی داره، ولی فکر میکرد خیلی زرنگه. همون روز یه توییتی کرد مبنی بر این که نتانیاهو و موساد فریب سپاه قدس خوردن و فریب یک مأمور سپاه قدس خوردن به نام آشر، این جعلیات رو بهشون گفته. حالا ما در اولین فرصت افشا میکنیم، آشر رو افشا میکنیم این دروغ ها رو. فکر کنید یعنی یه آدمی چقدر باید ساده، یا در واقع میتونم بگم به بلاهت پهلو بزنه که فکر کنه موساد و نتانیاهو فریب میخورن و خودش عقل کل امنیتی. فکرشو بکنید. این توییت من تو صفحه فیسبوک هم گذاشتم، میتونن دوستان برن نگاه کنن. شما فکر کنید یه همچین آدمی با یه همچین ساده انگاری بعد فکر میکرد داره تو این وسط بازی میکنه و با دستگاه امنیتی ارتباط داره و نفوذ داره تو بیت رهبری و تو شورای امنیت ملی و سپاه قدس و اطلاعات سپاه و اینا، تمامش برای اینکه روح الله زم در ارتباط مستقیم با دستگاه امنیتی بود بدون اینکه متوجه باشه. من فهمیدم که خیلی زرد، من بارها و بارها گفتم، نه اینکه خودش مأمور امنیتی بود نه، ولی از رو سادگی. و خب ادهی هم بادش میکردن، اینم خوشش میومد، میومد تو رسانه زیر بالا برش میگرفتن، ولی نمیفهمید که داره قدم به قدم به مرگم نزدیک میشه. حالا این بماند، شما نگاه کنید همین الان روزنامه الجریده، یه روزنامه دست چندم کویتی، مدعی شده که آقای هیئتی از طرف آقای بایدن اومده ایران، اسم 10 تا مأمور موساد تو ایران لو داده. بعد شما فکر کنید ایندیپندنت فارسی، ایران اینترنشنال که هر دوتاییشون بودجهشون رو عربستان سعودی تامین میکنه، فقط نیومدن این خبر رو کار کنه، روش برنامه گذاشتن. شما برید نگاه کنید برنامه چشمنداز ایران اینترنشنال روی این مزخرفات اومده، تازه چیه برنامه هم گذاشته. ببینید من موضوع خدمتون بگم، حتی پوتین، حتی روسیه که نزدیکترین نیرو به رژیم هست، نمیاد اگه بدون عوامل موساد تو ایران کیانا، نمیاد به رژیم بگه. چرا نمیگه؟ به خاطر منافع خودش، برای که خود پوتین و خود روسیه در ارتباط با اسرائیل دارای منافعی هستن و هیچ موقع نمیان منافع خودشون با اسرائیل رو فدای رژیم بکنن. الان آقای مشتاقی، پوتین از ایران خواسته که خودداری بکنه از
بله ببینید، اونا در راستای منافع خودشون حرکت میکنن، نه تنها پوتین خودش و حتی دبیر شورای امنیت روسیه رو به ایران فرستادن، دارن فشار بله میارن، فشارهایی هم که دارن میارن به این دلیله، نه اینکه رژیم حمله نکنه. اروپایی ها و امریکایی ها و حتی وزیر خارجه اردن که به نمایندگی از امریکا به بله ایران اومد، اینها فقط تاکیدشون اینه که یک ضربه هدایت شده باشه که بتونن اسرائیل رو هم متقاعد کنن مثل دفعه قبل یا در همون حد دفعه قبل، که بتونن از گسترش جنگ و درگیری جلوگیری کنن، و یک زد و خورد یا بدبستون چیه به قول معروف هدایت شده باشه. این فشارش رو دارن میارن، چون رژیم نمیتونه حمله نکنه. این نگاه من، امیدوارم نکنه، چون به نفع مردم ایران، به نفع جنبش و به نفع همه ماست که این اتفاق نیفته و عواقب یک حمله و درگیری هر چی که باشه برای رژیم، هر چی که باشه از عواقب حمله نکردن کمتر. یعنی اگه رژیم حمله نکنه عواقبش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، و خامنه ای به خوبی اینو میدونه، هم داخلی براش سنگینه، هم در ارتباط با نیروهای منطقه ایش. ببینید من اینو عرض کنم خدمتون، پس بنابراین این که میگن حالا یه عده ای رو دستگیر کردن، کی میدونه؟ بذارید من چند تا مورد خدمتون بگم. آقای در ارتباط اگه ببخشید، اگه موافق باشید ما پیام ها رو بشنویم و فراموش نکنید که این موضوع رو بشنویم از شما ادامه رو. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود، می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جیل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم ها و سریال های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس
دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. بینندگان گرامی، در خدمت دوست گرامی و فرهیخته و مبارز آقای ایرج مصداقی عزیز هستیم. آقای مصداقی به گوش هستیم برای شنیدن دنباله صحبتاتون. ببینید جناب حجازی، حرف من اینه که مگه تو دفعات قبل چند نفر گرفتن؟ کی رو گرفتن که این دفعه میگی 10 نفر گرفتن؟ ببینید آقای حجازی، تو قتل متخصصانه هستی بس. یک نفر دستگیر نشد، یک نفر. حتی در ارتباط با فخری زاده من کسی رو گرفتم. نفر دوم القاعده رو تو تهران زدن با دخترش، من کسی رو گرفتم. ببینید فرمانده سپاه قدس که نیروهای تحت امرش توی قبرس میخواستن یه تاجر اسرائیلی رو ترور کنن و شکست خورد، در تهران زدنش در نزدیکی مجلس شورای اسلام. خب مگه کسی رو گرفتن؟ آقای مصداقی، اون که چیزی رو، فایلی رو که نشون دادن که اسرائیل توی ایران با یکی از همین سپاهی هم مصاحبه کرده بود و حالا اون، نه اونا اراضی جدادی رو دستگیر کردن. اونا میتونن، اونا به نظر من اونا خیلی عملیات نبود. نه من اونا رو اساسا عملیات امنیتی نمیدیدم، برای همینم رژیم بلافاصله رفت یه تعدادی از این در واقع اراذل و اوباش بودن که بهشون پول داده بودن، گفتن برو اینو بگی یه دور ازش مصاحبه بگی برام بفرست. یعنی اون دیگه کاری نیست، شما میتونید به هر کسی وصل بشی بگی براتون یه دونه کاری رو انجام بده. به نظر من اون اصلا کار امنیتی نیست، اصلا کار حتی عملیاتی نیست. به 4 نفر پول میدی میگیم بابا رو برو بگیرش، 4 تا تو سریعش بزنید ازش مصاحبه بگیرید، این چیزا رو بپرسید. مثلا شما از طریق یک در فضای اینترنتی میتونید به کسی پیشنهاد بدید، بعد بگید پول بهت میدم و واقعا پول بدی، بقیهشو بعدن میدم. خب یارو میبینه مثلا یه مقدار پولی یا مفت گرفته، خب پیش خب اگه عملیات انجام بده حتما بقیهشو بعدن میدم. ببین اینا کاری نداره جناب حجازی، اتفاقا مجاهدین هم همین کارو میکنن. عرض کنم الان خدمتتون، مجاهدین میرن از سر پی سی میرن پول میدن به یه عده، اتفاقا تو سیستان و بلوچستان، یعنی درست تو منطقه بلوچستان به عده پول میدن. اینا یه دونه پلاکارد میگیرن جلو صورتشون یا یه سری شعارهایی که مجاهدین میدن تماما ضد شاه،
از ضد رضا پهلوی و به نفع مجاهدین. به اینا پول میدن، طرف میره یه دونه جلوس چهرش هم گرفته مثلا، و این نوار رو پر میکنه یا این عکسی که میگیره و میفرسته برای مجاهدین. خب همین کاریه، یعنی شیوه کار درست مثل شیوه کاریه که اسرائیلی ها این تیمو به استخدام گرفتن. ملاحظه میکنید؟ نه، اینا عملیات نیست، اینا مثل آب خوردن آدم فقیر تو ایران هم زیاده و میتونن از این کارا بکنن. اما در ارتباط با این موضوعی که عرض کردم خدمتتون، داره کسی رو نگرفتن. یه هفته قبل از همین زدن هنیه، وزیر اطلاعات اسماعیل خطیب مدعی شد که تمام شبکه موساد رو تو ایران گرفتیم، تشم در آمد. تا حالا 10 دفعه چنین ادعایی رو کردن، تا حالا یکی رو ما ندیدیم تلویزیون میارن. هر کی تو تلویزیون آوردن گفته من عامل موساد بودم، آدم های بیگناه بودن. 10 نفرشون رو در همون پروژه قتل متخصصان هسته‌ای به اصطلاح دستگیر کردن. همه هم بیگناه بودن، همه هم بعدن تا دم مرگم رفتن، دادگاه رفتن و براشون کیفرخواست صادر شد، تقاضای اعدام شد. خود دادگاه چقدر اینا رو تحقیر کردن. ولی بعدن دولت عوض شد، دولت روحانی اومد و بعد اینا آزاد شدن. خب ببینید، عرضم اینه که این نوع اطلاعاتی که داره بیرون میاد به نظر من غالبنش اطلاعات جعلیه و با اهداف مشخصی هر دو طرف ماجرا، حالا هم اسرائیلیا هم دستگاه امنیتی رژیم، پخش میکنن. آقای مستقی، این دشمنی که یک عده، یعنی یک کورسویی از امید ما برای یه مدت یکی دو هفته داشتیم که گروه های مبارز خارج از کشور مخالفین رژیم آمده بودن با همدیگه یک اتحادی رو اعلام کرده بودن که دیر زیاد طولی نکشید و از هم پاشید، و بعد در این رابطه تماما علت از هم پاشیده شدن اون مخالفت هایی بود که یه عده شروع کردن با شاهزاده رضا پهلوی. چه نفعی برای اینا هست و آیا پای رژیم رو در این میون میبینید یا نه؟ ببینید، من موضوع رو خدمتتون عرض کنم. اساسا من به هیچ وجه معتقد این به این نوع گروه ها و این نوع اتحاد ها نیستم، چون اینا پای و مایه‌ای نداره. از نظر من در همون جنبش مهسا و نشست جورج تاون اشتباه بزرگ شاهزاده رضا پهلوی نشستن در کنار یک سری آدمایی بود که اینها هیچ پایه و مایه‌ای ندارن. ببینید، شما وقتی میخواهید یک اتحادی رو صورت بدید، هر کسی که میخواد تو اون اتحاد بیاد باید یه آورده‌ای داشته باشه، یه وزنه باشه. آورده اینا چیه؟ مثلا خانم نازنین بنیادی کدوم بخش از جامعه ایران رو نمایندگی میکنه؟ آوردهش چیه؟ زنانشون میتونه بیاره؟ ملاحظه میکنید؟ خانم مسیح علی نشاد آوردهش چیه؟ آقای حامد اسماعیل رو کی تو ایران میشناسه؟ اگر تلویزیون ایران اینترنشنال پشت اینا نره، اصلا مردم ایران که از این شناختی از اینا ندارن، اصلا مسئله شون نیست. خب شما ملاحظه میکنید شاهزاده رضا پهلوی به محض اینکه ایشون فقط تنها اطلاعی دادن، گفتن من با دیگر گروه ها هم همکاری میکنم، حتی از اینا جدا نشدن، گفتن من با دیگران هم همکاری میکنم، کاری که باید از اول ایشون میکردن. خب منتهای مطلب بر اینا منحل شدن. بلافاصله آقای حامد اسماعیلیون دید دیگه خودش که چیزی نیست، که استعفا داد. بلافاصله اون 4 نفری که باقی مونده بودن گفتن ما همچنان ادامه میدهیم. همچنان ادامه میدهیم ایشون فقط یه اطلاعی بود و بعد رفتن. ببینید، من اساسا به این چیزا باور اعتقادی ندارم، و
من فکر میکنم جنبش ما باید دارای یه شاخصی باشه. اون شاخص هم از نظر من جز شاهزاده رضا پهلوی کسی نیست. برای چی؟ برای اینکه در زمان موعود که امروز نیست، در اون لحظه تاریخی که پیش خواهد اومد، جامعه ایران و مردم ایران یه شاخصی داشته باشن و بتونن پشت در واقع یک فرد، یک شخص در واقع به نوعی متحد بشن. نه همه اقشار جامعه، بخش مهمی از جامعه. و از اون طرف جامعه جهانی، غربی ها، قدرت های بزرگ در لحظه ای که نیاز هست بدونن با کی روبروشن، بدونن یکی وجود داره، بتونن باهاش معامله کنن، بتونن باهاش بده بستون کنن. ببینید خمینی همه نیروهای سیاسی ایرانی رو داشت، شرق و غرب هیچ کدوم باهاش مخالفتی نمی کردن. از روسیه گرفته تا امریکایی‌ها و کنفرانس گوادلوپ و اینها. شما نگاه کنید در جامعه ایران هم هیچ کی به خمینی مخالفت نمی کرد، یعنی اونایی که ضد نظام سلطنتی بودن. تنها زمانی که زنده یاد بختیار اومد گفت آقا خطر نعلینه و ایشون پا پیش گذاشت، حتی رفقای خودش علیهش بسیج شدن، او رو به خیانت متهم کردن و حتی در دولتی که او تشکیل داد بسیاری از وزارتخونه ها رو مجبور شد خودش اداره بکنه، برای اینکه کسی حاضر نبود بیاد وزیر بشه تو مملکتی که همه دنبال قدرتن. اون رو حساب کنید، حتی در اون شرایط خمینی به دنبال گفتگو با غربی ها بود، خمینی به دنبال بدبستون با غربی ها بود، خمینی داشت مذاکره میکرد. برای چی؟ برای انتقال قدرت. اینا تمام اسنادش هم منتشر شده. پس بنابراین ما نیاز داریم به یکی که تو اون لحظه های موعود این کارا رو انجام بده. چون ببینید تغییر تحول توی ایران بدون این که صورت نمیگیره که، اساسا باید یه کسی باشه، یه وزنه‌ای باشه که غربی ها به این انتقال تن بدن. ملاحظه میکنید؟ و این جز شاهزاده رضا پهلوی کسی نیست الان. و همه اینا که خب الان مخالفت میکنن یا دشمنی میاد میکنن اینجا اونجا، دارن به پای ما خودمون شلیک میکنن. اینها درست بسیارشون من میشناسم، میدونم به هیچ وجه عوامل رژیم نیستن، ولی بدتر از عوامل رژیم ضربه میزن و در واقع در خدمت اهداف رژیم قرار میگیرن بدون اینکه خودشون هم بخوان. اینی که من فکر میکنم ما بایستی برای اون روز موعود یک وزنه‌ای داشته باشیم. خب الان شما نگاه کنید، من ایده‌ای رو میبینم، طرف تا دیروز مشروط خواه بوده، حالا من نمیدونم کسی که مشروط خواست بخواد مثلا کی رو به قدرت برسونه، از خانواده قاجار بره کسی رو پیدا کنه، از خانواده افشاریه و زندیه کسی رو پیدا کنه، یا خانواده پهلوی جز رضا پهلوی کسی نیست دیگه. ببینید جناب حجازی، خیلی ها که میان این حرفا رو میزنن یا حملاتی رو متوجه شاهزاده رضا پهلوی میکنن، به خصوص اونایی که قبلا یه جورایی علم حمایت از ایشون رو برداشته بودن، من برام خیلی جای تعجبه. برای اینکه من سوالی که برام مطرح میشه اینه که این افرادی که تا دیروز برای شاهزاده رضا پهلوی سینه میزنن، چه حرکت زشت یا ضد ملی از ایشون دیدن که حالا روی برگرد؟ شاهزاده رضا پهلوی قبلا چی میگفته که امروز ضدش عمل کرده؟ شاهزاده رضا پهلوی چه درخششی قبلا داشته که امروز یه تیرگی اونو پوشونده؟ شاهزاده رضا پهلوی تیر تبارش که معلومه، پدرش محمد رضا شاه، پدر بزرگش هم رضا شاه، اینا که دیگه تغییر نکرده. آیا این افراد فکر میکردن شاهزاده رضا پهلوی مثلا تیر توانشون از کجا میاد؟ ملاحظه میکنید؟ یا امروز تغییری کرده؟ نه، شاهزاده رضا پهلوی در واقع میشه گفت سوال اصلی اینه، دارای چه ویژگی هایی هست که شما متوجه شدید متفاوت از قبل که تو دم و دستگاه ایشون میرفتید؟ این نشون میده ما با یه مش آدم های قدرت طلب رو برونیم.
اینا به یه قدرت نزدیک میشن، به شاهزاده رضا پهلوی نزدیک میشن، بعد اینها امیال خودشون رو در اونجا نمیتونن پیدا بکنن یا نمیتونن تأثیر گذاری آنچنانی داشته باشن، میان تبدیل به دشمن میشن. وگرنه شاهزاده رضا پهلوی بد و خوبش همینی هست که بوده، فرقی که نکرده. این آدمان که فرق میکنن، این آدمان که متاسفانه به نظر من برخورد صادقانه ای ندارن. بله، اگر نه امکان نداره. آقای مصداقی، در فرصتی که داریم تا پایان وقتمون، میخواستم نظرتون رو راجع به این اتفاقی که در امریکا افتاد که هیچ کس پیش بینی نمی کرد و پرزیدنت بایدن خودش رو از مبارزات انتخاباتی و اون چیزی رو که مصرانه داشت پی می گرفت دور کرد بعد از اینکه فشارهایی رو که روش آوردن، و الان برای اولین بار یک زن و اونم یک زن رنگین پوست پا به میدون گذاشته و با انتخاب آقای تیم والز که به عنوان معاونش که یکی از فرماندار مینسوتا هست و سابقه او به عنوان یک معلم ارتش و حمایت بیدریغش از اتحادیه های کارگری، مخصوصا اتحادیه کارگران اتومبیل سازی، جزء کارنامه اون هست و نکات درخشان کار اون هست. انعکاس این رو در اروپا و به خصوص در سوئد که شما هستید در رسانه ها به چه صورت میبینید؟ ببینید، هنوز چندان به این مسئله پرداخته نشده. مثل امریکا، اروپایی ها خیلی تو این زمینه بحث و بررسی نمی کنن. اخبار رو منتشر می کنن، ولی که حالا بیان بگن به روی این مسئله خیلی بخوان میزه گرد بذارن یا صحبتی بکنن، نه، این گونه نیستش. تو البته خانم کاملا هریس خب دومی نفری هست که کاندید رئیس جمهوری شدن. خانم هیلری کلینتون قبلا کاندید ریاست جمهوری بودن ایشون. ببینید، ولی نکته در اینجاست که در سیاست، ببینید، همیشه باید این توجه داشته شد که یه نوع سیالیت وجود داره. عده‌ای تصورشون بر اینه که به خصوص اونایی که دایی جان ناپلئونی فکر میکنن، فکر میکنن که بله، دنیا یه ده نشستن دارن تصمیم میگیرن و بعد اون موقع دنیا بر همون مدار و بر همون برنامه پیش میره. نه، اینجوری نیست. ببینید، چند ماه پیش اگر میگفتیم خانم کاملا هریس ایشون میشه کاندیدای ریاست جمهوری امریکا و احتمال شکست ترامپ هم داره، همه میگفتن حالتون خوب نیست، چون طبق تمام ارزیابی ها آقای بایدن به مراتب بالاتر از کاملا هریس بود. و یکی از دلایلی که اصلا ایشون خود علارغم کبر سنش و ناهوشیاری که داشت در مصر بود که در انتخابات بمونه و حزب دموکرات هم ازش حمایت میکرد، همین مسئله بود که بایدن کارنامه مثبتی داشت و فکر نمیکردن خانم کاملا هریس شانسی داشته باشه. شانس اونو به مراتب کمتر از بایدن میدیدن. بماند که کاملا هریس در دوران معاونت ریاست جمهوریش هیچ درخششی نداشت و دائم رو به افول. ولی آقای مصداقی، همیشه نقش سایه داره معاون ریاست جمهور، اینطور نیست؟ ببینید، نقش سایه که ببینید، مثلا آقای بایدن یه نقش، به نظر من نقش چیزی داشت، موثری داشت در دوران اوباما. و حتی یه موقعهایی شما نگاه کنید، مثلا یه چهره هایی رو میذاشتن، آقای نیکسون مثلا یه چهره ای رو در کنار خودش، حالا یه موقع وزیر خارجه، یه موقع دبیر شورای، رئیس شورای امنیت ملی کشور، مثلا مثل کیسینجر داشت. ملاحظه میکنید، ولی این خانم به نظر من کاملا هریس درخششی نداشت، در حالی که ما میدونیم خانم میشل اوباما در کنار اوباما درخشش داشت، با اینکه مسئولیتی نداشت، ولی به عنوان بانوی اول
بسیار بسیار درخشش داشت و بسیار چهره در واقع ازش مثبتی ارائه میشد. خب علارغم که هیچ مسئولیتی سیاسی هم ایشون نداشت. بنابراین خانم کاملا هریس هیچ درخششی نداشت و هیچ کسی اونو جدی نمیگیره. اما سیاست همینه. ببینید در یک موقعیت ضعیفی که بایدن قرار میگیره به خاطر مشکلات جسمی که داره، به خصوص هوشیاریش، مناظره‌ای که میبازه، اشتباهاتی که در نشست ناتو میکنه و پشت سرش تلاش برای ترور ترامپ که یه تیر خلاصی بود به بایدن. خب میبینیم که دموکرات ها میبینن دارن کل ماجرا رو، نه تنها ریاست جمهوری رو قطعا خواهند باخت، حتی انتخابات مجلس نمایندگان و سنای امریکا رو هم خواهند باخت. یعنی یکی از شکست های بزرگ رو در طول حیاتشون متحمل خواهند شد. به همین دلیل فشار رو بردن و آقای بایدن رفت کنار، خانم کاملا هریس اومد، کسی که اصلا هیچ شانسی براش هیچ که قائل نبود. ولی میبینیم که این موجی که ایجاد میشه چجوری حزب دموکرات رو متحد میکنه پشت ایشون، چجوری همه میان و اون همه جوانا آقای مشتاقی، بله، و اون همه، حالا اصلا مهمتر از اون تو امریکا این که شما چقدر بتونید برای کمپین انتخاباتی پول جمع کنید، پول جمع کنید که ایشون میتونه بکنه و این نشون دهنده پویایی کمپین انتخاباتیشه. این یکی از خطرات بزرگی که ترامپ رو تهدید میکنه همین موضوعه و میبینیم که ترامپ امروز متوجه شده و یه اشتباه بزرگی که به نظر من ترامپ مرد میکنه اینه که معاونی رو انتخاب میکنه که این معاون براش رای بیار نیست. یعنی اگر کارو خراب نکنه هیچ نقطه مثبتی برای آقای ترامپ نداره. یعنی همه اونایی که بخوان به ترامپ رای بدن به خاطر ترامپ بهش رای میدن، یعنی کسی به خاطر معاونش بهش رای نمیده. اما خانم کاملا هریس کسی رو انتخاب کرده که هدفش ببینید ایالت‌های آبی نیست، اتفاقا ایالت‌هایی است که رأیشون شناوره. یکیش میشیگان، 2 دقیقه وقت داریم، بله، یکیش میشیگان و خب اونجا اتحادیه کارگری قوی هست، اونجا صنایع کارگری قویه، میدونیم صنایع قوی هست و به همین دلیل ایشون میتونه رأی میشیگان رو براشون بیاره چون خیلی برابره. ملاحظه میکنید؟ ببینید مسلمان های میشیگان رأی میدن بیشتر به خانوم کاملا هریس و از اون طرف کارگران هم اگه بتونه رأیشون رو بگیره یعنی میشیگان رو گرفته، یعنی یکی از ایالت های تعیین کننده. حالا در روزهای آینده بیشتر مشخص میشه. بنابراین من فکر میکنم علی‌رغم که من شخصا هیچ دل خوشی از سیاست خارجی خانم کاملا هریس و آقای بایدن به خصوص در ارتباط با رژیم عرض میکنم، نه سیاست جهانیشون، ندارم. اما هیچ امیدی هم به آقای ترامپ ندارم. برای اینکه شما ملاحظه بکنید پومپئو وزیر خارجه آقای ترامپه، کسی که با چندرغاز میره تو مراسم های مجاهدین و علیه شاهزاده رضا پهلوی اون همه یقه درانی، همین آقای پومپو. من تعجب میکنم یه ده از این کسانی که سلطنت طلب هستن اینها متوجه این مسائل نیستن. آقای مایک پنس که معاون آقای ایشون بود باز چندرغاز میانه، چندرغاز که نه پولا خوبی هم میگیرن، پولو میگیره میره تو مراسم مجاهدین، دقیقا از رو نوشته مجاهدین علیه شاهزاده رضا پهلوی و علیه محمد رضا شاه صحبت میکنه، حتی قشنگ از روی نوشته. ببینید یا آقای جان بولتون حالا از مجاهدین پول میگیره، یعنی اینا نزدیکان آقای ترامپ بودن. منظورم اینه که ترامپ میتونه آماده معامله با رژیم هم باشه. بله. میدونید؟ علارغمی که من معتقدم قاسم سلیمانی یکی از کارهای درخشان حزب. بله. بله. آقای مصداقی بینایی از سپاسگزارم مثل همیشه از شرکتتون در برنامه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. از بینندگانی که لطف کردید و با ما بودید در این 50 دقیقه سپاسگزارم و در پایان از
آقای خسروی عزیز، سپهران خسروی، که امروز هدایت برنامه رو به عهده داشت. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش. آقای مستاقی، این